مارتین گریفیت نماینده ویژه سازمان ملل در یمن امروز در راستای تلاش‌های صلح در یمن وارد شهر بندری حدیده در یمن شد. وزیر دفاع دولت پرزیدنت ترامپ که همراه با متحدان غربی خواستار آتش‌بس در یمن شده است، این هفته گفت انتظار دارد طرفین جنگ ماه آینده مذاکرات صلح را در سوئد آغاز کنند. گزارشی از شهلا آراسته. نماینده ویژه سازمان ملل در یمن امروز پیشاپیش مذاکرات برنامه‌ریزی شده صلح در ماه آینده برای فشار بر طرفین جنگ یمن به منظور خیشتنداری از جنگ وارد بندر حدیده در یمن شد. سفر آقای گریفیتس با هدف دادن پیام به ستیزجویان حوثی تحت حمایت تهران که این بندر را در کنترل دارند و همچنین به نیروهای دولتی تحت حمایت ائتلاف به رهبری عربستان سعودی برای رعایت آتش‌بس صورت گرفت. جیم ماتیس وزیر دفاع آمریکا گفت جنگ یمن عمدتاً به درگیری‌های مسلحانه در اطراف بندر حدیده در کنار دریای سرخ که مهمترین گذرگاه ورود کمک‌های انسانی بین‌المللی است محدود شده است. سعودی‌ها و اماراتی‌ها عملیات تهاجمی‌شان در اطراف بندر حدیده را متوقف کردند، اما هنوز درگیری‌های مسلحانه پراکنده در آن منطقه ادامه دارد که به نظر من بسیار ضعیف‌تر از قبل است. مارتین گریفیتس که در تلاش‌های صلح ابتدا چهارشنبه در صنعا با عبدالمالک الحوثی رهبر حوثی‌ها در مورد مقدمات آتش‌بس مذاکره کرد، پیش از سفر گفته بود طرفین جنگ اطمینان محکمی در مورد تعهد به مذاکرات صلح ابراز کردند. وزیر دفاع آمریکا تلاش‌های آقای گریفیتس را ستایش کرد. فرستاده ویژه سازمان ملل متحد به یمن از زمانی که به این سمت منصوب شده، هوشمندی و رهبری مؤثری از خودشان داده و روابط بسیار نزدیکی با دولت پرزیدنت ترامپ داشته است. ما از نزدیک با او همکاری می‌کنیم. من هم به طور متوسط هر دو هفته یک بار با او حرف می‌زنم که این اواخر تعداد آن به چند بار در هفته رسیده است. هر دو طرف جنگ یمن که 3.5 سال پیش آغاز شد، از مأموریت نماینده ویژه سازمان ملل برای مذاکرات صلح حمایت کردند. سازمان ملل در بیانیه‌ای که امروز صادر کرد، آمادگی خود را برای ایفای نقش نظارتی در مدیریت بندر حدیده اعلام کرد. شهلا رسته، صدای آمریکا.